سلام سه شنبه 9 آذر 95 نوامبر 2016 میلادی در مورد پنج موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه که 19 سازمان حقوق بشری در بیانیه مشترکی در خصوص وضعیت مسیحیان در ایران به خصوص نوکیشان مسیحی ابراز نگرانی کردن گفتند از ماه می امسال تا ماه آگست بیش از 79 نفر از نوکیشان مسیحی در ایران بازداشت شدن اجازه تغییر دین داده نمیشه و وقتی هم که به کلیساهای رسمی نمیتونن برند کلیساهای خانگی رو حمله میکنن اتهاماتی مثل اقدام علیه امنیت ملی به اونها زده میشه و وضعیت ادیان مختلف رو به این ترتیب نگران کننده دانستن در ایران باورمندان به ادیانی مثل بهاییت زرتشتی یارسانان مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان زیر فشار قرار میگیرند گیرند به خصوص اگر کسی از اسلام بخواد تغییر دین بده به این ادیان. گلرخ ابراهیمی زندانی سیاسی که خودش به شش سال زندان محکوم شده در سی و, و روز اعتصاب غذای همسرش آرش صادقی نامه تکان دهنده نوشته ابتدای اون دل نوشته است برای همسرش که در پشت همین دیوارها با مرگ دست و پنجه نرم میکنه و بخش دوم نامه او خطاب به سازمان های بین است که خواسته در خصوص مرگ خاموش همسرش ساکت ننشیند بازنشسته های شرکت نیشکر هفت تپه به همراه خانواده هاشون در مقابل در ورودی مجتمع تجمع داشتن خواستار پرداخت سنوات خدمتشون شدن این کارگران زحمت کش که بعد از عمری زحمت بازنشسته شدن مدت هاست که در خصوص دریافت مطالباتشون با وعده و وعیدهای انجام نشده مواجه هستند. موضوع دوم اینکه آقای جعفری دولت آبادی دادستان تهران دوباره پافشاری کرده که حکم جلب آقای صادقی نماینده تهران منتفی نشده و ایشون اگر نیاد خودشو معرفی بکنه ماموران او رو جلب خواهند کرد و گفته تجمع مقاومتش در مقابل دستگیری و تجمع و دعوت مردم به تجمع و جرائم او اضافه کرده او گفته هشت شکایت خصوصی و سه اعلام جرم عمومی در پرونده صادقی است که به قبل از نامه او به رئیس قوه غذایه مربوطه معلوم نیست اگر این شکایات قبلا بوده چرا قبلا اقدام نشده و بعد از نامه آقای صادقی در خصوص پرسش از حساب غیرقانونی قوه غذایی این شکایات به جریان افتاده تعدادی از وکلای دادگستری نامه ای رو امضا کردند و در اون به بازداشت آقای حکم بازداشت آقای صادقی اعتراض کردند و با ادله قانونی گفتند که این خلاف قانونه اصل 86 قانون اساسی میگه نمایندگان در مورد اظهاراتشون در مجلس مسئولیت دارن در حالی که دادستان تهران گفته از شورای نگهبان سوال شده بوده و شورای نگهبان گفته اساسا این مسئولیت ریشه اسلامی نداره یعنی شورای نگهبان اظهار نظرش این بوده که قانون اساسی هم ریشه اسلامی نداره برحال آقای متحری نماینده مجلس هم نامه ای رو نوشته به آقای دادستان و گفته مشکل اساسی قوه قضایی اینه که اصولا خودش رو پاسخگو به هیچ کس نمیدونه البته به آقای متحری بعد گفت ریشه اون در این است که قوه قضایی غیر انتخابی است منصوب شخص رهبری است و رهبری در مقابل هیچ کس پاسخگو نیست او و نهادهای زیر نظرش مثل سپاه مثل رادیو تلویزیون مثل قوه قضاییه مثل شورای نگهبان هر کاری رو میخوان میکنند و عملا پاسخگو نیستند ریشه مشکل در قانون اساسی است که نهادی به نام رهبری با اختیارات بیپایان خلق کرده این قانون اساسی که به هیچ کس هم پاسخگو نیست و هیچ مکانیزمی برای ازل او هم پیش بینی نشده تنها مجلس خبرگانی در نظر گرفته شده که با مکانیزم شورای نگهبان دست نشانده رهبری بوده و هست ده نماینده مجلس هم نامه ای به دادستان نامه به کمیسیون اصل 90 مجلس نوشتند و از دادستان مشهد شکایت کردند کمیسیون اصل 90 باید رسیدگی بکنه دادستان مشهد همون است که سخنرانی آقای متحری رو لغو کرد و محل سخنرانی رو هم پلوم کرد آقای آخوندی وزیر راه و شهرسازی در نامه ای از مردم بابت حادثه قطار سمنان عذر خواهی کرده و به مردم آذربایجان که کشته ها از این منطقه بودند تسلیت گفته. اما جالب همین دیروز که نامه منتشر شد دیروز بعد از ظهر دوشنبه در ساری قطار به یک وانت برخورد کرد و دو سرنشین وانت در جا کشته شد موضوع سوم اینکه قیمت دلار از مرز 3940 تومان هم عبور کرد این سقوط ریال دلایل مختلفی برش شمرده شده ولی اصلی ترین دلیل این است که حجم نقدینگی کشور بسیار بالا رفته بیش از یک تریلیون هزار میلیارد تومان شده و این آخر سادی کسر بودجه دولت و عدم تأمین درآمدها ها معلومه و هر ساله در این زمان معلومه که باز هم ریال سقوط خواهد کرد و پیش بینی بازار ارز این است که با سقوط ریال برابریش با ارزهای خارجی کاهش پیدا میکن لذا تقاضا برای خرید ارز بالا میره البته عوامل جنبی دیگه هم شمرده شده مثل در خطر قرار گرفتن برجام سر کار اومدن آقای ترامپ افزایش تقاضا برای اربعین و نزدیک شدن به آخر سال یا مسئله محدودیت ورود ده هزار دلار برای مقابله با پولشویی و موارد دیگه ولی اصل ماجرا سقوط ریال به دلیل حجم بالای نقدینگی کسر بودجه های دولت و در واقع مشکل بنیانی اقتصادی داره وزیر اطلاعات عنوان کرده که آقای یکی از رهبران داعش به نام ابو آیشه کردی در مرد شناسایی و کشته شده البته جالب چند وقت پیش همین وزیر اطلاعات گفته بود که گروه ابو آیشه در ایران شناسایی و همه اعضا و رهبرانش کشته شدن ظاهرا چند بار چند بار داعشی ها کشته میشن آقای الله کرم رهبر حزب الله هم در اینستاگرام خودش نوشته که خانم جا که به اتهام جاسوسی بازداشت شده آ چه منظورشون آفرین چیت ساز هستش با چهار وزیر کابینه آقای روحانی ارتباط داشته از جمله علی جنتی و استعفای علی جنتی در این رابطه بوده همان زمان دستگیری خانم آفرین چیتساز مطرح بود که به شدت در زندان زیر فشار برای اعتراف دروغی برای ارتباط با اطرافیان آقای روحانی اطلاعات سپاه از این پرونده سازی ها برای اعوان و انصار دولت روحانی بسیار انجام داده نماینده ایران شهر در مجلس شورای اسلامی هم مطرح کرده که تالاب جازموریان خشک شدنش سرمنشه اصلی ریزگردها در استان سیستان و بلوچستان و خواستار رسیدگی شده این چندمین دریاچه و تالاب کشوره که خشک میشه و فاجعه های زیست محیطی درست میکنه موضوع چهارم که شایعه ترور بشار اسد دیروز مطرح شد و تکذیب شد ولی یوم ثابت روزنامه مصری عنوان کرده که بشار اسد رو مسموم کرده بودن سرمنشه خبر ظاهرا حک کردن سایت وزارت اطلاعات سوریه است دستگاه اطلاعاتی سوریه است و خبر از اونجا برداشته شده خانم ترزامی نخست وزیر بریتانیا در نشست مشترکی با نخست وزیر لهستان اعلام کرده که فشار باید بر روسیه افزایش پیدا بکنه برای توقف کشتار غیر نظامیان در حلب فرانسه هم وزیر خارجش خواستار طرح موضوع در شورای امنیت سازمان ملل شده امروز نیویورک تایمز خبر داده از اینکه آقای ترامپ دوباره با آقای رامنی برای وزارت خارجه ملاقات میکنه ضمن اینکه با آقای پترائس و باب کورکر هم ملاقات خواهد کرد بنابراین احتمالا وزیر خارجه یکی از این سه نفر خواهد بود رئیس جمهور کره جنوبی در نطخی تلویزیونی اعلام آمادگی کرده برای استعفا و گفته زمان اون رو مجلس معرف تعیین بکنه او به وقتی مطرح شد یکی از دوستانش در مناقصه های دولتی دخالت کرده و سوء استفاده مالی کرده با اعتراضات گسترده مواجه شد و پذیرفت این اتهام رو و حالا در آستانه استعفا قرار داد اما موضوع آخر اینکه جناب آقای ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا فرمودند که میلیون ها نفر غیرقانونی در آمریکا رأی دادند و اگر نه من بیشتر از هیلاری کلینتون رای می آوردم. در کل امریکا خانم کلینتون دو میلیون رأی بیشتر از آقای ترامپ آوردند که سف سحر نزدیک است تا فردا شاد پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی